تشکیل مجلس خبرگان سرسپردگی در سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی، ادامه برنامه بلند مدت خامنه ای برای تغییر نسل روحانیون در خدمت رهبر نظام، خامنه ای چگونه فضا را برای جانشینی مشتبه آماده می کند؟ به کمتر رأی ندید و اندازه لازم. مثلا در تهران برای خبرگان 16 نفر رو احتیاج هست که رأی بدیم، به 16 نفر رأی بدیم نه کمتر. تلاش های لحظه آخری خامنه ای برای انجام یک مرحله کلیدی از پروژه شخصی سیاسی او، تغییر تدریجی ترکیب مجلس خبرگان که سالهاست به یکی از مهمترین دغدغه های ذهنی او تبدیل شده. مجلسی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار است بعد از مرگ رهبر 84 ساله نظام جانشین او را انتخاب کند. بعد از حذف چهره های تاثیرگذاری مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، خامنه ای از نزدیک به یک دهه پیش در کنار برنامه یک دستسازی حاکمیت، یک خانه تکانی تمام عیار در مناسب تاثیرگذار منتسب به خودش رقم زد. وقتی روحانیون جوان جایگزین روحانیون سالخورده و با سابقه تری می شدند که سوابقشان به سالهای اول انقلاب و همکاری با روح الله خمینی می رسید. برای مثال محمد جواد حاج علی اکبری 6 سال پیش به جای سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شد تا تریبون‌های نماز جمعه بیش از پیش به بلندگوی تفکرات خامنه‌ای تبدیل شود. همچنان که 7 سال پیش با اشاره خامنه‌ای مدیریت حوزه‌های علمیه به علیرضا عرافی سپرده شد، روحانی نسبتاً جوانی که اولین حکمش را سال 71 از خامنه‌ای گرفت و امام جمعه میبد شد. در نهاد نمایندگی دانشگاه‌ها هم مصطفی رستمی جوان جایگزین محمد محمدیان شد، رئیس پیشین نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها. اما بخش اصلی این پروژه تغییر ترکیب مجلس خبرگان بود که با همکاری فرشته مرگ انجام شد. بعد از مرگ مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان اخیر، شورای نگهبان بازوی اجرایی خامنه‌ای برای مهندسی انتخابات، صلاحیت رئیس جمهور سابق و وزیر اطلاعات پیشین را که هر دو عضو مجلس خبرگان بودند رد کرد تا با تغییر ترکیب تایید صلاحیت شده ها زمینه برای رسیدن مقصود فراهم شود. وقتی در بسیاری از حوزه ها تعداد نامزدها به اندازه تعداد کرسی ها بود، استقبال سرد از انتخابات 11 اسفند بر انتخابات مجلس خبرگان هم تاثیر گذاشت، تا جایی که آمار مشارکت در انتخابات آنقدر پایین بود که تعداد آرای منتخب اول انتخابات پیشین یعنی هاشمی رفسنجانی از کل رای دهندگان این دور از انتخابات در تهران بیشتر بود. همچنان که رأی منتخب اول این دوره هم از رأی نفر 16 دوره پیشین یعنی احمد جنتی کمتر شد. برای پروژه‌ای که بسیاری هدفش را می‌دانند، آماده سازی زمینه برای جانشینی مشتبه خامنه‌ای، سیاسی ترین فرزند رهبر نظام، هفته گذشته یک عضو مجلس خبرگان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا مدعی شد که خامنه‌ای با طرح نام مشتبه به عنوان گزینه جانشینی مخالفت کرده. اما فراتر از این ادعای مخالفت، این اولین بار است که یک مقام عالی رتبه تایید می‌کند نام مشتبه خامنه‌ای به عنوان گزینه رهبری مطرح شده. به گفته محمود محمدی عراقی در دو مقطع مختلف نام مشتبه به عنوان گزینه جانشینی مطرح شده و خامنه‌ای گفته ممکن است شایبه موروثی بودن ولایت فقیه پیش بیاید و با آن مخالفت کرد. به گفته این عضو مجلس خبرگان، یک بار محمد یزدی خواهان بررسی نام مشتبه خامنه‌ای شده بود. یزدی 3 سال پیش درگذشت و این به آن معناست که دست کم از 3 سال پیش به طور جدی روی جانشینی مشتبه خامنه‌ای بحث شده. پیشتر رحیم توکل نماینده مجلس خبرگان از استان مازندران گفته بود اعضای کمیسیون ویژه انتخاب رهبر آینده نظام کاملا مخفی تحقیق می کنند و در مورد کارشان با احدی هم صحبت نمی کنند جز با علی خامنه‌ای و رئیس مجلس خبرگان. اون نام 4 عضو این کمیسیون را فاش کرده بود که حالا نام محمد یزدی هم به آن اضافه شده. از طرفی به نظر نمی رسد مخالفت اعلامی خامنه ای با طرح نام مشتبه چندان جدی باشد. او یک بار در خرداد ماه سال 68 هنگام انتخاب جانشین خمینی از همین ترفند استفاده کرد و به تعارف علیه جانشینی خودش سخن گفت. باید خون گریست در جامعه اسلامی
که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا هم بسیاری از چهره‌های باسابقه نظام به شکل پنهانی و علنی تایید می‌کنند که مجتبی خامنه‌ای جدی‌ترین گزینه جانشینی است. نظر رهبری روی آقای مجتبی خامنه‌ای به اون رضایت میدن؟ به نظر می‌رسد طرح این موضوع با این قسمت مطرح شده که روحانیون سرسپرده ظاهراً آتش به اختیار شبه موروثی شدن ولی فقیه را برطرف کنند. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه، اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ منعی در قانون هست؟ اصلا و ابدا. تغییر ترکیب ششمین مجلس خبرگان به رغم مشارکت پایین به نظر می‌رسد آرزوی خامنه‌ای را دست کم در این مرحله برآورده کرده. شاید بهترین گزینه برای او حفظ وضع موجود تا زمان مرگ است، روزی که رهبر سوم جمهوری اسلامی تاجگذاری کند. مجتبی خامنه‌ای سومین خلیفه خودخوانده مسلمین جهان. مجتبی پورمحسن، لندن.